On peut voir que dès ses premières photographies. از همون اولین عکس‌ها معلومه که سارامون به فضاهای رویاگونه و داستانی تمایل داره. Onirique proche des contes. او به وضوح متأثر از سینما و به ویژه سینمای اکسپرسیونیستی آلمانه. اغلب میگه عکاسی رو خدا مخته فرا گرفته و مهمترین مدرسه براش رفتن به سینماتک پاریس بوده. در این جهان خیالی عکساش انگار لحظه هایی از داستانایی هستند که بیرون از قاب تصاویری که به ما نشون میده در جریانند. هدف ما در موزه هنرهای مدرن پاریس این بود که دوره‌های کاری سارامون رو جور دیگه ای نشون بدیم. سارامون عکاسیه که به نظر میاد خوب میشناسیمش. این به دلیل سبک منحصر به فردیه که داره. به خصوص که اغلب اونو فقط به عنوان عکاس مد میشناسن. در این نمایشگاه هدف ما این بود که تنوع کاری اونو نشون بدیم. تنوع عکساشو. همینطور هم تعدادی از فیلم‌هایی که از سال 1989 ساخته که هم فیلم‌های مستند و هم داستانی رو شامل میشن. Le temps s'enfuit à toute allure. Je n'en ai que quelques instants, saisis ici ou là au 30e, 60e, 125e de seconde, tandis que l'heure avance. Aujourd'hui, il neige. Mars arrivera vite. عنوان نمایشگاه گذشته حال در واقع تمام رابطه سارامون با عکاسی رو توصیف میکنه. چون در عکاسی او نشانه های زمانی اندکی وجود داره. وقتی مقابل یکی از تصاویر او هستیم خیلی دشواره بگیم متعلق به چه تاریخیه. گاهی حتی به نظر میرسه این عکس ها بسیار قدیمی هستند. انگار در سالهای آغازین تاریخ عکاسی گرفته شدند. این به خاطر تکنیک اونه. اما فقط هم این نیست. موضوعاتی که انتخاب میکنه هم بی زمان هستن. و این وقتی جالب تر میشه که به یاد بیاریم بخش مهمی از این عکس ها در خدمت صنعت مد گرفته شدن. صنعتی بسیار در بند زمان. سارامون موفق میشه در صنعتی چنین بازابطه زمان مخصوص به خودش رو وارد کار کنه. به همین دلیل هم هست که در همه جای نمایشگاه عکس‌های اولین سال‌های حرفه‌ایش با عکس‌های جدیدش در کنار هم چیده شدند. سارامون هیچ وقت مانکن‌ها یا موضوعات دیگه کارش رو در موقعیتی از قبل تعیین شده ثابت نمی‌کنه. بنابراین از همون ابتدای عکاسیش تار بودن تصاویر و حرکت یکی از ویژگی‌های کارش میشه. در ضمن شیوه او در استفاده از نور، عکاسی از پشت شیشه یا در آینه و همینطور تعدد سطوحی که از ورای اونو عکاسی میکنه بهش این امکان رو میده که با وضوح و تاری بازی کنه.
خود سارامون دوست داره تعریف کنه که چون چشمهاش نزدیک بین بوده و اطرافش رو واضح نمیدیده این سبک رو انتخاب کرده. اما اگر بخوایم عمیق‌تر به معنای کار اون بپردازیم، میشه گفت که به این ترتیب تصاویر رو از ما فاصله میگیرند و شبیه رویا میشن و همینطور حرکت حاضر در اونها باعث میشه که خیلی زنده به نظر بیان. assez onirique mais aussi dans un rapport au bouger au mouvement qui rend l'image assez vivante. ما وارد دنیای داستانی میشیم که سارامون به هم بافته. ترتیب و نحوه چیدمان عکس‌ها در نمایشگاه منطق خاصی رو دنبال نمی‌کنه، الا میل سارامون به اینجوری کنار هم چیدنشون. همه چیز هم غریزی و بر اساس خیال پردازی داستان سرایانه اون شروع شده و چندان مایل نیست برای کسی توضیحش بده. از بازدید کننده هم میخواد که به همین شیوه روایت خودش رو پیدا کنه.